سلام، من علیرضا جعفری هستم، اینجا کالاگو، ویژه برنامه دور دور. امیدوارم تا اینجا چهار سرفیک بهتون خوش گذشته باشه. اگر یادتون باشه من گفتم یه سرفیس میخواستم بخرم و تو اون تایم نرفتم بخرم و رفتم از یکی دست دوم خریدم و یه ویدیو هم ساختیم گفتیم آقا هر جنس دست دومی که شما میخریدی تقریبا نرمش اینه که 20-20% افت قیمت داشته باشه. اونقدی شما نگه نمیشه مثلا بگیم قیمت جنس ارزون تر، چه حتی خیلی خراب باشه چه حتی کم کار کرد باشه، بالاخره شما روی 20-40% باید حساب بکنی که حالا بتونی ارزون تر بخری. همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، سر شما رو درد نره، من برم ادامه خاطر اون سرفیس رو تعریف بکنم. من این سرفیس رو خریدم از اون بنده خدا. سرفیسی بود که کلا 6 بار شارژ شده بود، یعنی سایکل کانت باتری اون سرفیس عدد 6 رو نشون میداد و خیلی خوب بود از لحاظ اینکه آقا بگیم مثلا استفاده نشده، نوع نوع بود، یعنی میگم بوی نوعی میده، واقعا بوی نوعی میدادش و کاملا هم نوع بود. ما دیگه اینو گرفتیم و بردیم و استفاده میکردیم، یکی دو ماه من استفاده کردم، بعد از یکی دو ماه مثلا شارژرش چجوری شده بود، یه درمیون میزدش، یعنی مثلا یه بار میزنیم رو شارژ جواب بود، اوکی بود، شارژ میکرد، یه بار دیگه میزدیم رو شارژ میدیم نه شارژ نمیکنه، هی اذیت میکرد دیگه. بعد حالا اونایی که سرفیس دارن میدن، شارژر سرفیس دوتا خروجی داره، یعنی خروجی که برای خود سرفیسه، یعنی خروجی 5 ولت اگه شما بگم یه آمپری هم داره، که مثلا یه جایی برسیدون به اون قضیه که مثلا 5 ولت آمپری رو بس میکردیم شارژ میکرد سرفیس هم، بعد شارژر خب خیلی فشار میمد بهش دیگه داغ میشد، بعد دوباره اون 5 ولت آمپری رو که میکشیدم خود سرفیس هم دیگه خروجی نمیده، یه ماجره این شکلی شده بود شارژرش دیگه، سر شما رو درد نیاریم دیگه. حالا ما افتادم دنبال این که آقا شارژر سرفیس پیدا کنیم. کی بود؟ گفتم دیگه دلار گرون شده بود، جنس تو بازار یه ذره کم شده بود و یه ماجره این شکلی اومده بود دیگه. بعد من گفتم خدایا چیکار کنم، حالا شارژر رو بگردم ببینم کجا میشه. آقا من سر شما رو بخوام در نرم کل این فروشگاه های اینترنتی نمیدونم معتبر و غیر معتبر سراسر ایران رو من گشتم، هی اینو بپرس از اون بپرس از این بپرسیم، نه اصلا پیدا نمیشه. بعد این ماجرا تو تایمی بود که فکر کنم این دستگاه مثلا گارانتی داشت هنوز، یعنی یک سالش نشده بود دیگه که من خریدم و گفتیم که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، هی من گشتم این بر اون بر، چاره جز این که من اینو ببرم گارانتی وجود نداره، شارژرم جز دستگاهی که گارانتی محسوب نمیشه، یعنی از همین الان به هر گارانتی هم داشته باشید فکر کنم شارژر تا اونجایی که من میدونم جز گارانتی محسوب نمیشه. گفتیم که خب باش ببریمش گارانتی، هم برم نمایندگی. و حالا شارژر سرفیس چند مدل داره، مدلاش هم جوری نیست بچه ها بگید که میتونیم به هم دیگه به قبولونیمش، یعنی مثلا اینو بزنم اون یکی بخوره و همچین ماجرایی. شروق شده اتوبان تهران کرج، امروز پنجشنبه است، من دارم میام کله سر، انقدر نباید شروق باشه. در هر حال دیگه حالا ما رفتیم و آره داشتم اینو گفتم بهتون، شارژر سرفیس ها وات‌های مختلف داره، مثلا یادم اون موقع 36 واتی بود، 65 واتی هم بود، سرفیس های جدید 44 واتی هن، یعنی بین این دوتان و ولتاژش با اونا فرق بکنه، یعنی ما موقع یه سرفیس بوک ها رو داشتیم که اگر اشتباه نکنم 15 ولت نمیدونم آمپر بالاتر بودن، یه سرفیس های قدیمی تر رو داشتیم نسل 4 و 3 رو داشتیم که 36 واتی بودن و اونا 12 ولتی بودن، اونا که دیگه اصلا نمیخورد. 65 واتی هم خب شما درسته داری 65 ولی خب حالا دیمندت همون 45 ولت رو میکشید دیگه، حالا کار نداریم با این ماجرا. ما با آخر 15 ولت رو باید میخواستیم که میتونستم 65 واتی بخرم، بودم ولی ما رو خودشو بذار بگردم پیدا بشه. رفتم نمایندگی و گفتم آقا مثلا این دستگاه من و اینا، اول زنگ زدم البته گفتم آقا شما مثلا 44 واتی رو دارید؟ گفتش کار داریم 44 واتی هم. گفتم خب اوکیه، من راه میفتم میام نمایندگی میگیرم دیگه، قیمت رو نپرسیدم.
بعد رفتم اونجا یاد بزنم شروع هم بود و اینا، بعد دیگه ما بعد یه ذره وایستادیم و گفتیم ما مثلا نوبتمون شد، گفتم خب اگه لطف کنیم دیدن شارژر اینو میخوام و اینو، گفتیم باشه حالا براتون میارم رفتیم توی شارژر توی بسته‌بندی از این کارتون های ما میگیم کارتون خام، کارتونی که شیرینگ نداره، کارتونی که لیبل نخورده اینا نداره، کارتون خامه دیگه چاپ نداره. حالا از اون کارتون ها آورد واسه ما، ما اینو کردیم توش رو دیدیم آره مثلا مشخصات همون و تقریبا همون چیزی که ما میکنم. خب دست شما در نفر چقدر ما تقدیم کنیم؟ 990,000 تومن دیگه، دیگه بگو یه تومن، حالا من میگم 990,000 تومن اون موقع. این اون موقع که سال 97 که بهتون گفته بودم، یعنی بعد 4-5 ماه، یعنی من یه سرفیسی رو خریدم که خودم فکر میکردم که حالا با یه قیمتی مثلا خیلی خوبی خریدم، یعنی اون تخفیفی که گرفته بودم از طرف سر معامله دقیقا سر شارژرش سوخت شد و رفت دیگه، کلا دیگه بعد فایده ای نداشتش و به دردم نمیخورد. این که حالا بعضی موقع میبینید، میگم بعضی از جنس های دست دوم که میخرید یا اینجور ماجرهایی دارید، من ایکس باکس رو بهتون گفتم، اینم گفتم بهتون، این ماجراش یه بحث دیگه هم هست، جنس خاص خریدن این داستانا رو هم داره دیگه، یعنی میبینی که مثلا جنسی میخری که من همیشه میگم آقا تعمیرپذیری جنس، نمیدونم موجودیش تو بازار خوب باشه و اینها، میبینی آقا بخوای نخوای باید از اون شخص بخری و اون شخص هم قیمتی داره میده که اصلا معقول نیست، ولی چون تو نیازت دقیقا با اون تعمیم میشه باید بری از همون فرد بخری. این ماجرایی هم بود که حالا خواستم در رابطه با هم جنس دست دوم هم ماجرای این چنینی که آقا مثلا این طیف از خاطره ها هم بدونید و به اینکه حالا بعضی موقع من سر سرفیس بور میزنم و سر مایکروسافت به خاطر گرون بودنه اکسسوریاش تو ایرانه که خیلی گرونه. خیلی مخلصیم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، اگر خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، برای بقیه هم به اشتراک بذارید، اگر هم جنسی رو خواستید که نتونستید پیدا بکنید از اون بپرسید، شاید من بتونم بهتون راهنمایی بدم، چون خودم انقدر از این بلایا سرم اومد و رفقا و دوستان لطف داشتن از من همیشه میپرسن و من میگردم میگم بابا مثلا فلان جا داره این جنس رو برو بگیر، بپرسید ببینیم که شاید پیداش کردیم. خیلی مخلصیم، یا علی، خدافظ شما.